افتخاریم رفت. همین روز نوبت ما میرسه. سردمه. سفر به انتهای شب و بیار. صفحه 167 سطر 8 به بعد. وقتی دوباره با اشیا برخورد میکنی میبینی که عوض شدند، انگار قدرت بیشتری پیدا کردند که با اندوه بیشتر، عمیق‌تر و ملایم‌تر از قبل به دل ما بنشینند. برخورد میکنی میبینی که عوض شدند، انگار قدرت بیشتری پیدا کردند که با اندوه بیشتر، عمیق‌تر و ملایم‌تر از قبل به دل ما بنشینند و در نوعی مرگ که به آرامی در درون ما روز به روز تلمبار می‌شد ذوب شوند.
نور چشم بسیار عزیزم پروانه جان، امید است در تمام طول عمر موفق و تندرست باشی. پروانه جان، خبری از شما نشد. گفتم بپرسم نوه عزیزم چه کار کرد بالاخره، چون تا جایی که به خاطر دارم قرار بود رشته ای را برای ورود به دانشگاه انتخاب کند. همانطور که خودت می دانی و من همیشه به خود تو هم می گفتم، این تصمیم بر تمام زندگی فرد مؤثر است. هرچند اصرار من بر ادامه تحصیل دختر هنرمندم در رشته موسیقی بی حاصل ماند و بیشتر تبدیل به آرزویی دور از دسترس شد. اما امید است فرزند شایسته شما در تمام امور زندگی، مخصوصا تحصیل و کسب دانش، موفق باشد. انشاءالله در معیت عزیزانت برای سرکشی پدر پیرت به تهران خواهی آمد. در پایان برای شما در این سال همه خوبی های جهان را خواستار است. پدر. بفرمایید. الو پروانه جان، تویی؟ خیلی ممنون دخترم، چطوری؟ نوه گلم چطوره؟ چی؟ دارین میاین ایران؟ تنها میاد؟ قدمش سر چشم، اما چرا با هم نمیاین؟ خب به سلامتی کی میرسه؟ امروز؟ پروانه جان صدا قطع و وصل میشه، گفتی امروز؟ آها، خب من کی باید برم فرودگاه؟ خودش میاد؟ یعنی چی خودش میاد؟ پروانه جان، الو؟ 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 ای بابا، داره چطوری خودش داره میاد؟ شیدا جان، بابا تویی؟ مصطفی بابا جون، خوبی؟ بیا تو دخترم، بیا تو ببینم. مداد داشتم، بیا تو. چقدرم قشنگه بابا جان، خیلی ممنون.
تکانه داد. دستش درد نکنید. چه ژاکت قشنگی. به به. چقدرم اندازه است بابا. راضی به زحمتش نبودم. کو؟ شیدا جان بابا مادر چطوره؟ بابا خوبه، ماما خوبه، سر کاره، افلا کوزین، سفلوغ، بلا بلا بلا. ستون بابا چی داری همجوری هی بلغور میکنی ها؟ پسرمه بابا دایید فرهاد. آره شیدا جان معلومه مادرت همه چیز فراموش نکرده. چی بابا جون؟ توی جنگ شهید شد بابا. کوه؟ توی جنگ از دست رفت. جنگ بایقا همون سالای اولش. گذاشتی بری جنگ؟ مامان جون چرا؟ بونجور بابا جون، سحر خوش. سلام دخترم. سحر خیز بابا، سحر خیز نه سحر خوش. بابا اما تو امروز سحر خیز نبودی. الان ظهره بابا، چرا تو اتاقت نخوابیدی دیشب ها؟ عجب نونیه، نون سنگی. اونجا نون زیاد هست ولی این نون نون سنگیه. پروانه تو خونه زیاد نون میپزه. آخه تو خونه نون میپزه؟ آخه دیگه چه کارایی میکنه ها؟ هیچ کار نمیکنه، نه سپقه میشه. یعنی چی بابا جون؟ نه دارن جدا جدا میشن. یعنی دارن طلاق میگیرن؟ چی میدونم چی میگیرن بابا جون، همش دعوا. چی میگن، یه روز این دعوا یه روز اون داد. کی جوجه فرستادن؟ منو میگین؟ انباریه، آشغالدونیه، پر از خرت و پرته. چی؟ خرت و پرت؟ خرت و پرت بابا جان. خرت و پرت میخوام، خرت و پرت میخوام. بابا جان اونجا نمیشه زندگی کرد. اونجا خیلی وقت ازش استفاده نشده. خیلی وقت میبره درست کردنش بابا جون. بهتر این چند روزی که اینجا هستی وقت تو این چند روز نه، من همیشه میمونم. چی هم بابا؟ یعنی تا همیشه میمونم بابا جون. درست چی بابا؟ سفینی؟
تموم شد. درس تموم شد. دانشگاه چی؟ نمیخوام الان. اصلا اونیورسیته اینجا میرم. بابا جون میخوام اونو، میخوام ستون پوتیت مزون، میخوامش. بفرما. اینا هم انباری. ای دختر چی کار داری میکنی؟ کثیفه. پردون. چی کار میکنی دیوانه کوچولو؟ کفشتو نمیدم که کثیفه. دست به چیزی نزنی یا خاکی میشه. اینجا یه سگ یا گربه کوچولوی بلگردم که بیاری فرار میکنه. وقت تو میخوایی چی کار کنی؟ ببین اینجا گربه هست. خوشگلم کشیدی ها. سپخفه خوبه، خرت و پرت. اینجا لونه من، پروانه میگه لونه منه. بچه چیه این خوبه؟ چیه لونه تو؟ این لونه سوسک و مورچه و مارمولک، نه لونه تو. یکی از اتاقای بالا رو عوض میکنیم، هر جور دلت میخواد بچین. نه نمیخوام اتاق مامان جون و پروانه، نمیخوام اتاق خودم، سلیقه خودم. مردم نمیگن یه دونه نوش و مثل بچه گربه کرده توی انباری؟ نازی گربه کو؟ کجا؟ داری منم دیوونه میکنی. زبونم دیگرم که نمیفهمیم. باشه درست کن، درست کن. این یه چند روز سرگرمت میکنه، بعد خودت میای میگی بابا یه اتاق. نه. بله خانم کوچولو، بله بله. نه خیلی. نه نه نه. خب اینم از این. بیا شیدا جان، بیا میوه. با اون دستا من امشب تموم میکنم، فردا رنگ. پاقمم فردا رنگیش میکنم. چیه بابا جون؟ اتاق. این چیه؟ نه نه خشکه بابا، نه نه خشکه. بابا برات املت درست کردم، اون دست خورده است. خوبه خوبه. دلیسیو؟ نمیخوای یه تلفنی به مادرت بزنی؟ پروانه؟ چی شد؟ هیچی، چیزی نشده. گفتم شاید نگرانت باشه بابا جون. چرا؟ همین که یه خبری ازت بگیره. مرم میزنم، حالا کار. مرسی.
که فایده نداره. مادر ممکنه الان نگرانت باشه. رسیدی نرسیدی. بیا بابا، بیا شهر فرنگه، از همه رنگه. آها، این از همه رنگه. خوبه، دیدی؟ خوب، خوب، عالی. مرسی، متنو صبحانه. اونجا باید رنگ باشه، نه مثل اینجا بی رنگ. همه چی بی رنگ، اتاق بی رنگ، حیات بی رنگ. نه عزیزم، خونه من بیرنگ شده، وگرنه قدیما شیشه های پنجره ها رنگی بودن، لوسترها رنگی بودن، دیوارا گچپری رنگی داشتن. الان که نیست، لویه اتشانجه، اون قدیم بود. دختر چی کار میکنی؟ مواظب باش نیفتی. من از حمید یاد گرفتم سر کارش. ببین بابا برات چی آوردم. ببین یادت میاد بابا این همه رو مال منه؟ این همه وقت نگه داشتی؟ آفرین بابا جون، مرسی. زهره بابا، زهره، مردم خوابم. سوا؟ وی سوا، مرسی. Qu'est-ce que tu fais avec ton grand-père? Ça fait l'habitude à le vieux? Il est très aimable. Tu peux appeler par abonné? Oui, attends.
اینجا بشین. خسته شدم آخه، این چیه بابا؟ ها صبر کن دیگه. نه بابا نه، برم. بابا جون پروانه است بابا؟ بله. نه بابا جون، بشین اینجا، بشین. بابا جون با پروانه حرف بزن. صورتش خوب نمیبینم بابا. بذار بیام جلو بابا جون. بابا شنید. معلومه میشنوه. سلام بابا گلم، خوبی؟ سلام بابا، ماشه چرا انقدر کوتاه کرده بابا جون؟ بابا خسته شده بودم از موی بلند، نمیتونستم به کارام برسم، خستم کرده بود. الان خیسه، خیلی بد نشده؟ نه خیلی هم بهت میاد، خیلی قشنگ شدی بابا، قشنگ بودی همیشه، فقط یکم لاغر شدی، همین. مرسی بابا، دلم خیلی براتون تنگ شده، خیلی. تنها موندی؟ قصه نخوری یا دختر گلم. نه بابا، من موندی اونجا چیکار؟ بابا جون، بابا بابا جون رفت. دلش من زیادش نکن، چرا نگفته قبلش بمیذاره به خودم برسم؟ خب من چی میدونستم برای موهاد گریه میکنه؟ برات میوه آوردم شیدا. مرسی بابا جون، من میخوام میرم بیرون. بیرون بابا جان؟ بیرون گم میشی، تو جایی رو بلد نیستی که. نه میدونم، اینه هاش. نه بابا جان، وایسا منم باهات میام. نه نمیخواد. حالا میخوای بری بیرون این همه سر صدا و آهنگ واسه چی؟ موزیک برای بابا جون. نمیخواد بابا جان، سلامت باشی. پول داری بابا؟ شیدا احساساتی نیستم بابا، نگرانتم، نگران آخر عاقبتی که آوردی بابا
میخواستم که تکیگاه بچم بشه، نکه دست آخر توی غربت تنها بذارتش. جلوی من و مادرت با میستدی قدرم میکردی، میگفتی شما ها قدیمی هستیم، نمیدونیم زمان عوض شده، روابط عوض شده، اما بابا من با چشم خودم شاهد بودم که تو همه جوره با شوهرت میساختی. من تو رو میشناسم بابا، از تو مطمئنم. قدر تو ندونست ها؟ قدر تو ندونست بابا. بابا مگه من مردم؟ مگه من مردم که تو بخوای هر وضعی رو تحمل کنی؟ فقط یه بار، یه بارم که شده به حرف این پیر مرد گوش بکن. شیبا چطور اومد؟ تو هم بیا بابا. میدونم زمان عوض شده، دنیا عوض شده، آدم ها عوض شده، اما دل من که عوض نشده بابا، دل من همون دل من. بچم 100 سالشم که بشه بازم بچمه. آخه بابا من جواب مادرم تو چطوری بدم؟ بهش چی بگم؟ بگم تو راست میگفتی؟ راست میگفتی؟ این مرد به درد دخترمون نمیخوره. بهش بگم حالا پشیمونم و دیگه هیچ کاری هم از دستم بر نمیاد. بابا میومدی خودت هم کنار دخترت میموندی، روز نیومده بابا، روز نیومده خونه بابا. کجا برم؟ به کی زنگ بزنم؟ اگه بلای سرش اومده باشه چیکار کنم بابا؟ امانت. بابا جون ماشه فنتان 20 سالمه. 20 سالته که 20 سالته، هر چند سالت که میخواد باشه باید مواظب باشی. تو نمیدونی من پیر من چقدر نگران شدم. چرا آخه؟ جسیب خودان توی این خونه من میگم تا چه ساعتی میتونی بیرون باشی. ببین احسنت بابا احسنت، عجب چیز جالبیه. جالب و راحت. یعنی بابا منم میتونم این یاد بگیرم؟ وی میخوای از فردا یاد بدم به تو؟ عالیه، شما بخیر خانم کوچولو. سلام، چی شده؟ چیزی نشده بابا، الوعده وفا. چی وفا؟ آمدم کامپیوتر یاد بگیرم، یادت رفت بابا؟ بیا والا بقیلا
رفی آنم فسوندم خان. باز خارجی بغور کردی بابا. بابا جان این فیلمو میشه توی کامپیوتر دید؟ میدونی که این چیه ها؟ نه بابا جون نمیشه. خیلی خوب، خیلی خوب، به به. خب بیا بابا بیا. بابا جون جان شما بازی کن من میرم میام. بابا جون جانم ببین اینجوریه. آه من اصل این بازی رو دیدم. رو ماشین میزنم. بله این تو این این اینم آه این دستش رو میبرم. والا خب بابا جون اگه تموم شد F2 F2 رو میزنی. خب الان این توپو والا بابا جون خیلی ممنون دکترم. بشین بشین عزیزم. به به چه غذای خوشمزه. جای مادر بزرگت خالی به این نوه کتبانوش افتخار بکنه. آخه بابا جون ببین منو نهار خوب بخن دکار. آخه خیلی وقت بود تو این خونه یه خانم همه چیز تموم غذای به این خوشمزگی و خوبی درست نکردی. ما؟ خانمه همه چی تموم؟ خانمه همه چی تموم؟ خب دیدی اول آهنگ زدی بعد آواز میگی. خب اول آهنگ زدی بعد آواز. بابا جون برو بخواب. نه بابا جان خسته نیستم، میخوام تا این تموم بشه اینجا باشم. برو بخواب منم میخوام. باشه بابا جان شب بخیر صبحت بخیر شب و روزت بخیر.
سلام بابا جون. ای بابا جون چرا اومدی اینجا؟ منظور چیه بابا؟ نباید بیام خونه خودم ها؟ خوبی؟ بابا جون خوبم. راستش بابا یه ذره زیادی از خودم انتظار داشتم. تو رو میبینم بابا، شاد، زنده، سرحال، پر انرژی. میخوام هم پای تو بیام که روزگار به هم ثابت کرد که سخت در اشتباهم بابا. یعنی دیگه مواظب خودم هستم بابا، نمیذارم نگران بشی. خوبه بابا؟ خب حالا بریم که کادوی تولد مادرتو تموم بکنیم. وی موسیو سفینی ببین بابا جون. Parvane, puis elle peut parader. آفرین بابا جون، آفرین. زنده باشی، زنده باشی. مرسی بابا جون، چاکرم. بابا جون دیروز چند بار زنگ زدم ولی کسی جواب نداد. بیرون بودین؟ آره بابا جون، رفته بودیم بیرون. خیلی نگران شدم. همینطوری هلکی ها؟ رفته بودیم خونه آقای منظم بابا. خوب بودن همه؟ آره خوب بودن بابا، خوب بودن. منو بگوین همه بی خودی نگران شدن. یکی نبود به هم بگه نوه پدر بزرگی با هم خوش میگذرونن. آره دیگه بابا جان، 20 سال تو مادر دختری خوش گذروندی، حالا نوبت منه که بدونم پدر بزرگ بودن چه صفایی داره بابا. الهی قربون صفات برم بابا جون. جای منم خالی کنی نه؟
چای بریم اینجا؟ خودت اهمیتی نمیدی، اقلا یکم به فکر من باش. دلت بخواد چشم پدرت به دیدنت روشن بشه بابا. بابا جون با این حرفا فقط زندگی اینجا برای من سخت‌تر میشه. مگه نمیتونم ول کنم بیام؟ زندگیم رو حواس. چه زندگی بابا، چه زندگی بابا جون. غصه نخوری ها. باشه باشه باشه. ببین بابا، قول دادین بهتون خوش بگذره، ولی اگه قرار باشه زیادی بهتون خوش بگذره، من ممکنه حسودین بشه، یه جوری کاروبارتون رو به هم بشیزم. ما بابا جون شیده هم اومد، یه باید خداحافظی میکنم. مواظب خودتون باشین. تو رو خدا خداحافظ.
تشریف میبرین؟ ممنونم خدا رحمتش کنه. اگه کاری چیزی داشتید من در خدمت هستم. ممنونم. من به عنوان پسر عموی حمید خان وظیفه دارم در خدمتتون باشم. ممنونم. شما بزرگی دارید. خواهش می‌کنم. ممنون که تشریف آوردید. بفرمایید پسر بریم. ارمان خانم اگه کاری داشتین من در خدمتتون هستم. راضی به زحمتتون هستم. واقعا میگم من امتحانات دانشگاهم تموم شده کاری ندارم. شیدا شماره منو داره. ممنون. خواهش می‌کنم. ممنون که تشریف آوردید. خواهش می‌کنم. مهران اونا رو بذار توی آشپز خونه من میام درستش میکنم. دلم از این میسوده. دفعه آخری که باش صحبت کردم خیلی اصرار کرد بیام ببینمش.
چه بوی خوبی داره. میخوای یه ذره از این حلوا بهت بدم؟ ضعف کردی، داری از حال میری، میخوای خودتو بکشی؟ نه، بده ببرمش. سینا برام صدا آورده. خوبه. اول قرار بود اگه من کار دارم زنگ بزنم آقا تشریف بیارن. حالا به بهونه سده و هر چیز دیگه را میفته میاد اینجا. خب کس که تو بودی؟ خیلی زیادی صمیمی شدی. چی شدیم؟ موزت قزنطیم سپه نقمل. من از یک سال با انترنت سینا رو دیدم. یک ساله. بابا جون عزیزم، کاش بودید میدیدید امروز شیدا چند کلمه فرانسوی حرف زد. من و حمید نمیدونیم از کی و کجا یاد گرفته، شاید از تلویزیون، شاید هم از سر و صدای همسایه ها، ولی دیگه به قاشق و چنگال، داشق و شانگال نمیگه و به قیچی هم ایچیق نمیگه. دلم براتون تنگ شده، عکستون رو نشون شیدا میدم میگه آقا بابا. تو رو خدا فکر نکنید ما اومدیم این بر از یاد شما غافل شدیم. نه به خدا، همش درگیر کاروبار زندگی هم. میدونید هنوز حمید کار پیدا نکرده و من خیلی نگرانم که چی میشه. البته میدونم که نباید چیزی به روش بیارم. شما
در تمام امور زندگی نفسشون تحصیل و حس به بایش نفهم باشه زیر سایه پدر و مادرش آمان نرفت. امروز که از سر خاک مادر برگشتم احساس کردم چقدر جای شما اینجا خالی است، مخصوصا در این ایام و این سن که احتیاج به همزبانی عزیزی است. هرچند به یاد خاطرات که میفتم میبینم در سالهایی که در کنار هم بودیم نمیتوانستم به راحتی به آنطور که باید به تو نزدیک باشم، شاید به علت غم از دست دادن پسرم یا شاید به خاطر حضور مادر که عاملی در عدم شکل‌گیری ارتباط ذهنی من و تنها دخترم بود. شاید بزرگترین وجه مشترک من و تو نور چشم عزیزم یعنی موسیقی نیازی به کلام نداشت. نمیدانم چه امری باعث شد نتوانم تو را مجاب کنم به باور کردن استعداد خدادادی موسیقی که در تو به ودیعه نهاده شده است. امید و آرزوی من این است که بالاخره روزی به این خواسته من واقف شوی و استعداد خدادادی خود در موسیقی را دریابی. بونجور. بونجور. شاید امروز یکی بیاد خونه رو ببینه، یعنی برای خرید خونه. ما که دیگه اینجا کاری نداریم، خونه هم که نمیشه بی صاحب ول کرد، خراب میشه. تو کاری نداری؟ اگه من دارم. مثلا شما چی کار داری؟ تو نمیدونی. چی رو باید بدونم؟ نمیدونی؟ نه نمیدونم، چیزی هم نیست که بخوام بدونم. هست سینا. خب که چی؟ ماجولم الوهیم مماسی. تو هنوز خیلی کوچیکی واسه این حرفا، تو عشق نمیفهمی یعنی چی. تو میفهمی عشق یعنی چی؟ ماشوی سوخ کتو سپا. شاید من ندونم عشق یعنی چی، ولی تو هم واسه زندگی دو نفر خیلی کوچولویی، هنوز نمیدونی. من میدونم، من میدونم این که بری امضا بدی جدا بشی اینه. تو میفهمی؟
اگه دیگه قرار منت یکی بکشی آبش باید غذای خوشمزه شروع کن. خوشگلم، زنگ بزن سینا رو برای اسرون دعوت کن. قربونت برم. الو. سلام. مرسی، اتو؟ سه روز دیگه. نه گفتم که عقد میکنم. مثل این که قرار نیست من تو هم دیگر نبینیم. دخترم داری زن فامیلت میشه. نمیدونم که این یاد بزا تکلیف این دوتر روشن بشه. باشه بهت خبر میده. رواق یکی نگاه کن. نمیمونی؟ نه برم دیگه، دانشگاه هم دیگه میشه. خداحافظ. آقا سینا، سینا از این نخوردم، از اون به کشورم همون دارم اگه حتما بکنی با ما خودی هم اینو بذارم بسرم تو که پایی میخوری؟ نه به سر ما میگم ولی خیلی خاصیت داری بخور. ببخش سینا جان تو بابا میدیم نوی دختر میخوای یا پسر؟ پروانه با تو هم مهم نیست، سالم باشه پسر و دختر نداره. رگت نمیزنه خوابیده. من دیگه برم. کار داشتی زنگ بزن. مرسی باشی.
سلام به مامی ببه عزیزم. شهید حالت خوبه؟ باز چی شده؟ بوی سیگار میدم؟ به خدا دوستیم با سیگاری ها به هم زدم. دوستیم با سیگاری ها به هم زدم. حالا جون خودت. بایی رو باز چی رو به هم نمیگیری؟ دیدم چه دل دادی قلبه دادی. دل قلبه چیه؟ چی داری میگی؟ یعنی همین کاری که تو میکردی. قربون صدقه بگو بخند. بگو بخند با کی؟ سینا با مستر. من که دارم قربون صدقه تو میرم. سینا به من دروغ نگو، من خودم دیدم. چیو دیدی؟ شهیدا، شهیدا خر نشو. خودت خر نشو. چی شد؟ شهیدا میخوای با اون پروانه رو صدا کنم؟ نه هیچی لگر میزنه. بابا جان چقدر دلش میخواست تو این خونه صدای بچه بیاد. خالید نمیشه، از قبل قرار گذاشتم. نه خیلی تو بعد خالید میشه. شهیدا دوباره شروع نکنم، من رفتم. چه به خودتم میرسی؟ سینا من با تو نیستم، سبکو ببینم. شهیدا قرار دارم، داره بارون میاد، ماشین گیر نمیاد، نمیتونم مردم رو تو خیابون معطل کنم. خب میخواستی قرار نزدیم.
ما که نمیدونستیم قراره بارون بیاد. نه خیلی سنگ هم از آسمون بباره، تو حتما من بدی، چون حتما من آخان من اونجا دوباره شروع نکن. سینا من با تو نیستم. سینا چی شده؟ سرما خوردی؟ آخه بچه ها چطورن؟ ای بابا با پس نمیرسن به دیگه سر بزنن. عجب منم خوبم دیگه، به اینجا عادت کردم. تو سن من و توی چه جای آرامش رو نمیگیرم. نمیدونم من که نمیتونم مجبورت کنم بیای. میگم اگه نه خیر، گفتم اگه اینجا بودی آش درست حسابی درست میکردم دو روز خوب میشدی.
ما 8 شاگرد دارم امروز. 4 تاشون پسرن، 4 تاشون دختر. همشون هم سن و سال تو هم. دوستشون داری؟ قربونت برم، دوستشون دارم. ولی من عاشق تو هم مامان جانم. خب بگو ببینم مامان امروز چی یاد گرفتی؟ سر یاد گرفتم. ای قربونت برم، شعر یاد گرفتی؟ برای ماما میخونی؟ سر شعر.